دادگاه کیفری تخصصی سعودی حکم اعدام زهر آل سمخان، رضی شایب، محمد آل تهنون، مصطفی ابو شاهین، محمد عبدالرزاق آل مسبح و عبدالله قزوی را صادر کرده است. در حال حاضر بازداشتگان در انتظار حکم دیوان عالی سعودی هستند که آخرین مرحله قضایی قبل از اجرای حکم است. همکار علی اکبری گزارش می‌دهد. سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان در گزارشی فاش کرد که شش زندانی در کشور سعودی پس از تایید حکم اعدام توسط دادگاه کیفری و پس از یک محاکمه با نقصهای جدی و فاقد شرایط عدالت با خطر کشته شدن روبرو هستند بر اساس تحقیقات این سازمان دادگاه کیفری تخصصی حکم اعدام زهیر آل سمخان رضی از شایب محمد آل تهنون، مصطفی ابو شاهین، محمد عبدالرزاق آل مسبح و عبدالله قزوی را صادر کرده است. در حال حاضر بازداشت شدگان در انتظار حکم دیوان عالی سعودی هستند که آخرین مرحله قضایی قبل از اجرای حکم است، زهیر آل سمخان در سال 2019 دستگیر شده و با اتهامهای های متعددی از جمله مشارکت در یک سازمان تروریستی شورش مسلحانه علیه نظام و نهادهای دولتی و تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی و خودروهای زرهی امنیتی به قصد کشتن آنها مواجه است. تاثیرپذیری از سخنان شهید آیت الله شیخ نمر سفر به عراق برای آموزش نظامی کمک رسانی به افراد تحت تعقیب نیروهای امنیتی در محله مصوره استفاده از برنامه های شبکه های اجتماعی و تلاش برای بی کردن بافت اجتماعی و انسجام ملی از دیگر اتهام‌های های وارده به زهیر است رضی شایب در 15 همه می 2019 دستگیر شد اتهاماتی مشابه نیز به وی وارد شده است او در حضور قاضی تایید کرد که به مدت چهار ماه در سلول انفرادی قرار گرفته و شکنجه شده و از خوردن و نماز خواندن من شده است با وجود این به دلیل کبودی، کمردرد، اختلالات گوارشی و کم آبی از رفتن او به بیمارستان برای معالجه جلوگیری شد محمد آل تهنون در پانزده همه می 2019 با همان اتهامها ها بازداشت شد خانواده تهنون در حضور قاضی اتهامات علیه وی را رد کردند. مصطفی ابو شاهین نیز به اتهام مشابه در سال 2019 دستگیر شد اما او نیز اتهام وارده به خود را رد کرد ولی به مجازات اعدام محکوم شد. محمد عبدالرزاق آل مسبح دقیقا با اتهام های مشابه دیگران در 15 می 2019 دستگیر شد وی در حضور قاضی تاکید کرد که مورد شکنجه گسترده قرار گرفته و از بد ورودش به ستاد بازپرسی کل انواع شکنجه های جسمی و روانی علیه وی اعمال شده و از خوردن غذا ممانعت به عمل آمده که منجر به قش مکرر شده است او در بازجویی خواستار دسترسی به فیلم های ضبط شده شد اما قاضی به او پاسخی نداد عبدالله قزوی نیز در سال 2019 با اتهامهای های متعددی مانند دیگر جوانان شیعه بازداشت و به اعدام محکوم شده است سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان اعلام کرد که احکام متوالی صادر شده از سوی دادگاه کیفری تخصصی سعودی نقص در سیستم قضایی عربستان و به ویژه در قانون مبارزه با تروریسم و نادرستی ادعاها و عملکرد گمراه کننده سعودی را در برابر سازمان ملل ثابت می کند. در حالی که کارشناسان تایید می کنند که جدیترین ترین جنایات محدود به قتل عمد است عربستان برای اتهاماتی که اصلا شامل قتل نمی شود احکام اعدام صادر می کند این سازمان تصریح کرد شکنجه های گسترده همراه با محاکمات از جمله سلول انفرادی شکنجه و بدرفتاری اجبار به امضای اعترافات و سلب حق وکیل نشانه روشنی بر خود بودن احکام و نقض قوانین بین المللی و داخلی است. علی اکبری اخبار شیعه